بنابرای خداوند تسکین دهنده، سلام و درود خدمت همه وطنان عزیزم. امیدوار هستم خوب و سلامت باشین و هر کجایی که هستین لبخند بر لبهایتان باشه. خوش آمدین به برنامه کاروبار امروز با من لیزا و مری و قرار هست تا نیم ساعت دیگر میزبان خانه های شما عزیزان باشم. امروز هم طبق وعده ما مهماندار هم هستیم و در کنارش بسته معلوماتی هم آماده کردیم که همواره تلاش میکنیم که بهترین و موضوعات مهم اقتصادی را به عنوان بسته تصویری بر شما آماده بکنیم تا شما معلومات را که گاهی هم از ما تقاضا میکنیم بر شما در بسته معلوماتی بگنجانیم. و امروز بسته معلوماتی ما در مورد تبلیغات سفید هست. شاید گاهی نام تبلیغات سفید، تبلیغات سیاه و یا تبلیغات خاکستری شنیده باشین و امروز می خواهیم در مورد تبلیغات سفید بر شما، البته قبل از اینکه ما بریم روی بسته تصویری، بر شما چند معلومات کوچک بدم. تبلیغات سفید که به نام تبلیغات آشکار هم یاد میشه، نوع از تبلیغات است که منبع این نوع تبلیغات معتبر و با اعتبار هست، یعنی برعکس تبلیغات سیاه می باشه و بیشتر البته به فکر مشتریانشان هستند و هر اون چیزی که تعریف و توصیف که در مورد محصولاتشان است حقیقت می باشه، یعنی به چیز انتزاعی یا مورد انتزاعی و خیالی نیست و در کنار زینا تبلیغات به اساس اطلاعات واقعی شکل میگیره و البته در این نوع تبلیغات اصلا اغراق وجود نداره و بیشتر مشتریانشان را جلب میکنند و مورد پسند البته مخاطبینشان هم قرار میگیرن. بیشتر میریم روی بسته تصویری با هم بینیدمه باشیم و در ادامه برنامه کاروبار. آیا در مورد تبلیغات سفید می دانید؟ تبلیغات از نظر صحت اطلاعات و اعتبار منابع به سه دسته سفید، سیاه و خاکستری تقسیم می شوند. تبلیغات سفید یا آشکار دارای منابع معتبر، شناخته شده و محتوای دارای صحت هست. نمونه ای از تبلیغات سفید در دوران صلح از رادیو مسکو و صدای آمریکا شنیده می شد. جشن های ملی نیز نمونه ای از تبلیغات سفید به حساب می آیند. با این تعریف می توان جشن نوروز را نوع تبلیغ سفید دانست. ثبت آگهی تبلیغاتی هم نوع دیگر از تبلیغات سفید و مفید برای کسب و کارها، رویدادها و غیره هست. تبلیغات سفید شامل آن دسته از تبلیغات می باشد که در صحت آن شکی نیست و اساس و پایه آن درست و واقعی می باشد. در چشمانداز دیجیتال عصر معاصر که تولید کنندگان محتوا در حال تولید قطعات دیجیتالی آن هستند، برای برندها مهم هست که از این همه سر و صدا دوری کنند و خود را متمایز کنند. از سوی دیگر کاربران خود را به مسدود کننده های تبلیغاتی مختلف مجهز کردند. ظهور مسدود کننده های تبلیغاتی باید به تبلیغ کنندگان بفهماند که استراتژی های تبلیغاتی آنها به خوبی مورد استقبال قرار نمی گیرد. مصرف کنندگان کاملا با تبلیغات دشمنی ندارند. چیزی که آنها دوست ندارند تبلیغات بد یا بی کیفیت است. یک تبلیغ خوب مورد قدردانی قرار می گیرد و همچنین چنین تبلیغ کنندگان توسط مسدود کننده های تبلیغات و مصرف کنندگان در لیست سفید قرار می گیرند. در حالی که ایجاد تبلیغات با کیفیت نیاز به یک تیم قوی و تفکر استراتژیک دارد. تبلیغات را می توان با استفاده از فناوری محافظت کرد. لینک های مناسب برای تبلیغات ایجاد کنید و از قبول تبلیغات برای لینک های بد خودداری کنید. تبلیغات را ارائه دهید که بسیار سریع بارگذاری می شوند. تا مانع از ایجاد تجربه کاربری بد کاربران با آن شود. تبلیغات یک چشمانداز خلاقانه است که همواره در حال تکامل هست. با پیشرفت انواع رسانه ها و ظهور فناوری های جدیدتر، تبلیغات نیز پیچیده تر شده است. برای عبور از این پیچیدگی ها، ابتدا باید رفتار کاربران را به طور پیوسته مطالعه کرد و سپس سعی کرد در ناحیه متعادل یا خاکستری حرکت کرد.
تبلیغات روش و تکنیک هایی است که برای جلب توجه به یک محصول یا خدمات به کار می رود. هدف تبلیغات این است که یک محصول یا خدمات را در کانون توجه قرار دهد، به این امید که توجه مصرف کنندگان را جلب کند. معمولاً برای تبلیغ یک کالا یا خدمات خاص استفاده می شود، اما طیف وسیعی از کاربردها وجود دارد که رایج‌ترین آنها تبلیغات بازرگانی یا تجارتی هست. تبلیغات تجارتی اغلب به دنبال ایجاد افزایش مصرف محصولات یا خدمات خود از طریق برندسازی هستند که نام یا تصویر محصول را با کیفیت‌های خاص در ذهن مصرف کنندگان مرتبط می‌کند. از سوی دیگر، تبلیغاتی که قصد فروش فوری را دارند به عنوان تبلیغات پاسخ مستقیم شناخته می‌شوند. نهادهای غیر تجاری که بیش از محصولات یا خدمات مصرفی تبلیغ می کنند، شامل احزاب سیاسی، گروه‌های ذی‌نفع، سازمان‌های مذهبی و سازمان‌های دولتی می شوند. سازمان‌های غیرانتفاعی ممکن است از روش‌های رایگان متقاعدسازی مانند اعلان خدمات عمومی استفاده کنند. همچنین ممکن است تبلیغات به کارمندان یا سهامداران اطمینان دهد که یک شرکت قابل دوام یا موفق است. تبلیغات ریشه در زندگی اجتماعی انسان‌ها دارد و عمل است که در آن فروشنده یا تولید کننده با انجام امر سعی دارد که خریدار بالقوه را از تولید محصول مورد نظر آگاه کند. بیننده های عزیز، این بود البته بسته معلوماتی که تقدیم شما عزیزان کرده ایم. حالا میریم به یک میان برنامه کوتاه و در ادامه برنامه کاربار. حضور داشتن در جامعه به جای خانه ماندن 80% موفقیت هست. دوباره خوش آمدین به ادامه برنامه کاروبار و مهمانم در این بخش از برنامه حسنا رسولی که روی موضوع رشد اقتصادی توسط سرمایه انسانی صحبت خواهد کردن. سلام، وقتتان بخیر و خسته نباشین. سلام، وقت شما بخیر و همه یک سلام خاص به همه عزیزان بیننده که میدونن ما را از پرده های تلویزیون بیننده هستن. ممنونتون، ان شاء الله که جور صحتمند باشین و باز هم خوش آمدین به برنامه ما. ممنونتون، شما سلام. میخواییم البته سوالات از اینجا خواست بکنیم که سرمایه انسانی از دید یا منظر شما چی هست؟ خب اگر یک تعریف سرمایه انسانی داشته باشیم، سرمایه انسانی عبارت از یک واحد مهم از مهارت‌ها و یا انگیزه های فردی می باشد و یا به شمار می رود که سرمایه انسانی باعث ارزش و یا اقتصاد و یا برابری اقتصاد جامعه می گردد. بله، بدون شک که حتما سرمایه انسانی بعض از ویژگی ها یا خصوصیات هم می داشته باشه که باید ما مد نظر بگیریم. به نظر شما کدام ویژگی ها را باید سرمایه انسانی داشته باشه؟ خب سرمایه انسانی که ویژگی های زیاد داره، از جمله ویژگی اول سرمایه انسانی است که انسان هایی را مد نظر می گیره که اونا واقعا خلاقیت داشته باشند. بله، یعنی خلاقیت داشته باشند در هر بخشی که باشه مهم نیست. و بعد از او سرمایه انسانی آموزش فنی مد نظر می گیره و بعد از او انسان هایی را جلب می کنه در این بخش که اینها مهارت های بیشتر داشته باشند. بسیار خوب. در مورد انواع سرمایه انسانی بگوین که سرمایه انسانی به چند نوع است؟ خب سرمایه انسانی به سه بخش تقسیم می شود که اولین سرمایه دانش می باشد که در این بخش تمام از اون انسان هایی را مد نظر می گیرد که دانش بسیار بالایی داشته باشند و دوم انسان هایی را مد نظر می گیرد که سرمایه اجتماعی می باشد. بله. سرمایه اجتماعی یعنی در اجتماع انسان ها کلان شده باشند و از آداب و رسوم اجتماع آگاه باشند. و سوم از این می باشد که مدارک و تجارب کاری داشته باشند. بله. یعنی مدارک از اینا را مد نظر بگیرد که اینا لسانس هستن، ماستر هستن و همچنان غیر از این دکترا، یعنی بالاترین رشته هستن. بله، میخوام در مورد از این بدونم که البته به نظر شما برای رسیدن به سرمایه انسانی کدام عوامل سبب رسیدن به سرمایه انسانی میشه؟
خب سبب رسیدن به این که ما به سرمایه انسانی برسیم، اولین هدفش این است که باید ما به دانش بسیار بالا رسیده باشیم، یعنی جای به ما رسیده باشه که جای تعلیم و تحصیل باشه، یعنی بعد از او به مهارت های ما سرمایه انسانی می‌نگره که چقدر ما مهارت داریم در این بخش، و بعد از او امو جای تحصیل و مدارک ما را یعنی نظاره میکنه که چقدر ما مدارک داریم و چقدر تحصیل کرده. با منظر شما یا به دید شما البته سرمایه انسانی چی تاثیر بالای رشد اقتصادی کشور ما داره؟ خب سرمایه انسانی یکی از مهمترین بخشای اقتصاد به شمار میره. یعنی سرمایه انسانی سرمایه است که نظر به دیدگاه انسان، یعنی انسانهایی را جلب میکنه، جذب میکنه که ایشان یعنی بسیار اقتصاد بالای داشته باشند، یعنی آموزش بالایی دیده باشند، یعنی این باعث میشه که جامعه رشد بیشتر کنه در این بخش، در بخش اقتصاد. همچنان انسانهایی را جذب میکنه که مهارت های داشته باشند که یعنی خود از ایشان آگاه باشند و همچنان خود جامعه از ایشان آگاه باشه. بله بدون شک هر جامعه نیاز به این داره که باید ما سرمایه انسانی داشته باشیم. خب در مورد این بگوین که برنامه های آموزشی چقدر میتونه بر رشد اقتصادی کشور ما کمکگر باشه و کمک کننده باشه؟ یکی از بخش های مهم بخش آموزشی است. اگر انسان ها بتونن واقعا یک آموزش خوبی را ببینن، میتونن در بخش اقتصاد نه تنها در هر بخش که بخواین موفق شده بتونن. اونچنان سرمایه انسانی بالای از بسیار تاکید زیاد میکند. اگر واقعا امو انسانی که به سرمایه انسانی رسیده باشه، سرمایه انسانی مقصد معزز سرمایه است که چقدر انسان دانش داره. بله. یعنی چقدر دانش داده و چقدر تحصیل کرده. اگر واقعا انسان تحصیلاتش بسیار بلند رفته باشه، میتونه که مقدر به جامعه مفید واقع شوه، یعنی میتونه مقدر جامعه را به طرف کامیابی ببره. به نظر شما مهارت میتونه کسبی باشه یا ذاتی باشه؟ بسیار از کسا میگن که من ذاتن این مهارت را یعنی داشتم و استعداد زمینه دارم. منظور شما چی است؟ خب ببینید، ما دو نوع مهارت داریم، مهارت کسبی هم داریم، مهارت ذاتی هم داریم. مهارت کسبی قسمی است که ما به یک جای به مکتب میریم، تحصیل میبینیم و یا مکتب میخونیم تا که درس یاد بگیریم، خواندن نوشتن یاد بگیریم. اما مهارت ذاتی که در ذات ما وجود داره، مثلا یک طفل را اگر ما به نظر بگیریم، ایشون اگر مهارت نمیداشتن را رفتن یا اصلا یاد نمیگرفتن، مثلا سخن گفتن اصلا یاد نمیگرفتن. خب امی مهارت در ذات از اینا یعنی موجود بوده که ایشون راه رفتن یاد گرفتن و بعد از سخن گفتن یاد گرفتن و بعد از او میتونن این مهارت خود را کسب کنن. مثلا یک انسان اگه بخواد دکتر شوه، ایشون میره در بخش طبی مهارت خود را کسب میکنن، یعنی در بخشی که باشه هم مهارت کسبی است هم ذاتی است. بله، وان رسول یک جمله هم است که میگن هر انسان در یک مهارت نابغه است. البته نیاز به این داره که ما استعدادی که در وجود ما هدی نشده را پی ببریم و بالاش کار بکنیم. در مورد این بگوین که چگونه و با کدام راهکار میتونیم که سرمایه انسانی در کشور ما افزایش بدیم؟ خب سرمایه انسانی اولا که باید یک جای آموزش بسیار خوبه، یعنی برای اشخاصی که میخواین واقعا همین چیزهایی را که کسب میکنن باید مد نظر بگیریم، برای ایشان جای تعلیم و تحصیلشان را باید آماده کنیم. بعد از او انسانهایی را ما انتخاب کنیم که واقعا ایشان یعنی اعتماد به نفس کامل دارن. اعتماد به نفس چه قسم است که مثلا ایشان بالای خود واقعا اعتماد دارن، کار را انجام دادن میتونن. بله، میخوایم البته مشخصا از شما پرسم که چون بسیار از خانمای متشبث را که ما دعوت میکنیم از شما یک تعریف از تجارت میداشته باشیم. با منظر دید شما تجارت یعنی چی؟ خب تجارت یعنی امو استقلالیت مالی خود انسان پیدا کرده باشه، یعنی استقلالیت مالی که از چی از دیدگاه خانواده باشه، چی از دیدگاه جامعه باشه، یعنی به صورت عامیانه بگیم دست ما به کسی دراز نباشه، یعنی خود ما بتونیم ما یعنی حساب‌های مالی خود ما پرداخت کرده بتونیم، این است تجارت. بله، به نظر شما بانویی که میخواهد البته قدم‌های نخست خود در دنیای تجارت بونه، کدام فعالیت‌ها یا کارها را انجام بده تا بتونه موفقانه عمل بکنه؟ خب کسی که میخواهد به اقتصاد داخل شوه، یعنی به راه اقتصاد داخل شوه، اول باید یعنی یک تصمیم جدی بگیره، یعنی بگویه که ما واقعا میخوایم که یک راه سرمایه را به خود ایجاد کنم. بعد از او باید یک سرمایه کوچک و یا بزرگ داشته باشه که بتونه مو سرمایه گذاری خود را راه اندازی کنه، و بعد از این اشخاص را یعنی اشخاصی که واقعا تجربیات زیاد داره باید انتخاب کنه، و در پهلوی از یعنی تجربیات زیاد را که خود از این شخص هم داره مد نظر بگیره و بتونه ان شاء الله که یک اقتصاد خوب و یا یک سرمایه گذاری خوب داشته باشه. به نظر شما بون رسولی هدف چقدر مهم هست، به خصوص اهداف کوتاه مدت و بلند مدت؟
مهمترین چیز در بخش اقتصاد به نظر من که هدف است. اگر یک انسان در زندگی حتی اگر هدف نداشته باشی در هیچ جای رسیده نمیتونی. مثلا اگر ما هدف نداشته باشیم یعنی در کنج خانه بشینیم اما خانه نشین میشیم. اگر یک انسان واقعا هدف داشته باشه واقعا به بلندترین جاها میرسه. بله شخصا خودتان برنامه ریزی میکنین بر زندگیتان؟ بله 100% بدون برنامه ریزی که اصلا زندگی پیش نمیره. بله بدون شک انشالله که به اهداف بلند مدت و کوتاه مدت تان برسید. گفت شنود ما البته ادامه خواهد داشت. هموطنان عزیز حالا میریم به یک نفس کوتاه و در ادامه برنامه کاروبار. ممنون از این که تا حال بیننده برنامه کاروبار هستید و البته ادامه برنامه هست و بانو رسولی هنوز هم در استودیو با ما همراه هستند. بانو رسولی میشه که در مورد نمایشگاه ها بگوین که البته شوق در نمایشگاه ها چقدر میتونه ما را به توسعه اقتصادی برسانه؟ خب ببینید اگر ما یعنی اگر میخواییم که ما یک سرمایه گذاری را ایجاد کنیم باید اول بریم دیدن از نمایشگاه ها کنیم که در کدام بخش ما یعنی کمی داریم یعنی باید همون بخش را ما پوره کنیم یعنی پر کنیم جای خالیشه. یعنی این واقعا به ما کمک میکنه که ما در بخش سرمایه گذاری خود یک سرمایه گذار خوب باشیم. بله شخصا خودتون اشتراک میکنین در نمایشگاه ها؟ بله اشتراک میکنم. البته دید مردم چیونه از بایی که در یه آخر خیلی هم برگزاری نمایشگاه های مختلف زیاد شده مردم چی عکس عمل دارن؟ خب مردم بسیار خوشنود هستن به خاطر که یعنی زمینه کار از طریق از این نمایشگاه ها به خانم ها و به طبقه اوناس یعنی ایجاد شده و ایشان بسیار خوشنود هستن و میتونن مو ارزش ها و یا چیزهایی را که یاد دارن اینا یعنی از طریق از زمان نمایشگاه یعنی برگزار کنن. بله دوست دارم که البته در این قسمت از برنامه از فعالیت هایتون بدانم در کناری که خب در راستای تجارت کار میکنین دیگه چی فعالیت ها دارین؟ خب غیر از تجارت من در بخش تدریس همچنان یعنی داخل هستم و همچنان تدریس میکنم و غیر از او خودم محصل هستم و همچنان یعنی در بخش درس ها یعنی کار بردم. رشته مورد علاقتان کدام بود که تا حال هم ادامه داره و گفتین که البته درس میخوانین در کدام دانشگاه؟ خب اصلا رشته ما که بخش طبی بود که متاسفانه حال که بند است و همچنان فلان شرایط است. چگونه انتخاب کردینی هم درشته متفاوت چه کاملا مسیرشون متفاوت است؟ خب این مهارت هایی هست که من در وجود خود کسب کردم. یعنی یکی ارزش هایی هست که من واقعا بسیار دوست داشتم که دکتر باشم از خردرکی و بعد از او یعنی من خودم محافظ قرآن کریم هستم و یک بخش جداگانه را حساب یعنی انتخاب کردم که شرایط بود. خوب است انشاءالله که همیشه موفق باشین. البته اگر قرار باشه یک چی ترجیح بتین کم شد ترجیح خود دارین؟ خب فعلا که بخش طبی یعنی بند است شرایط. بون رسولی بسیار از افراد هستن که انگیزه خود را حفظ کردن نمیتونن یا در کل اگر بگویم انگیزه موقتی دارن با کدام راهکار میتونن که انگیزه خود را بالا ببرن و حداقلش انگیزه دوامدار داشته باشن؟ خب ایشان اصلا باید یعنی اعتماد به نفس خود از دست نتن، هرگز باید تسلیم نشن، یعنی امید به خداوند داشته باشن، یعنی هیچگاه تسلیم نشن و این را قبول نکنن که ما شکست خوردیم. همیشه زندگی ادامه داره. یعنی در زندگی هم سختی وجود داره و همچنان هم خوشی وجود داره هم غم وجود داره. بله بدون شک. کدوم وقت شده که انگیزه تان از بین رفته باشه و شما انگیزه نداشته باشین به ادامه فعالیت ها کار کردهتان؟ خب ما هرگز تسلیم نشدیم، راه ما ادامه دادیم، چی از طریق درس بوده، چی از طریق تدریس بوده و چی از طریق تجارت بوده. همیشه هیچگاه ما ناامیدی را یعنی در وجود خود جا ندادیم که ما باید ناامید شویم و تسلیم شویم. بانو حسنا به نظر شما چگونه از فرصت ها استفاده بکنیم در مقابل چالش ها؟ خب ببینید زمانی که به ما چالش های رخ میده مثلا زمانی که مکاتب بسته شد یعنی هرگز ما انگیزه خود از دست نداده و قسمی که حال مثلا کاروبار به خانم ها نیست باید جوگاه انگیزه خود از دین دست نده همچنان از فرصت هایی که فعلا در دسترس ما هست که از او استفاده کنه. بله بدون شک که انگیزه چیز نیست که بر ما کس البته ایره توفه بته، ما در وجود خود ما البته انگیزه نهودی نشده، کافی است که ما به پی ببریم و ما مهارت که در وجود ما هست را داشته باشیم. آیا تا حال ایده برای تجارت داشتین که البته یک تجارت شخصی را آغاز بکنین؟ خب
ایدهش خود داشتیم، مثلا انگیزش داشتیم تجارت، یعنی ما بیشتر به تجارت بزرگ فکر کردیم که چندین بانویی که فکر کردیم که ایشان در خانه نشستن و کاروبار ندارن و همچنان استقلالیت مالی ندارن، به اونا کاروبار ایجاد کنم که بتونن به خود کمک کنن، به خانواده و همچنان به جامعه خود کمک کنن. انشالله که به این هدف آرزویتان برسین. البته از استقلال مالی یاد کردید، چقدر استقلال مالی میتونه برای بانوان افغانستان کمکگر باشه و ای که بتونه در راستای تجارت قدم های آغازین خود را بگذاره؟ خب ببینید، یکی از کمک ها به ما استقلالیت مالی میکنه. اگر ما واقعا استقلالیت مالی داشته باشیم و یا کاروبار داشته باشیم، نمیتونیم که ما رو به بیسوادی بریم. مثلا اگر ما خیلی درس خوانده باشیم و تحصیل کرده باشیم، میتونیم که همون استقلالیت مالی خود پیدا کنیم، یعنی میتونیم که بریم در یک مکتب وظیفه بگیریم و یا میتونیم که در بخش تجارت داخل شویم و تجارت خود آغاز کنیم. به نظر شما تنبیه های خانوادگی چی نقش دارن در تجارت و البته پیشرفت زنان؟ بسیار از هموطنان ما هستن که یعنی خیاط بودن خانم یا خواهرشان را عیب میدونن. خب ببینید، یکی از پسمان، یعنی خانم ها که پسمان میشن همی من خانواده است، مثلا نشان را حتی به درس خواندن نمیمونن، حتی قسمی که شما اشاره کردین به خیاطی نمیمونن، اما همی انگیزه از همی خانم ها را کاملا از بین میبرن، یعنی ایشان دیگه کاملا تسلیم میشن، یعنی میگن که ما دیگه نمیتونیم، یعنی هیچ کارا شده نمیتونیم. بله، بدون شک که البته یک قانون هم داریم به نام قانون باورها که همیشه هر چیز را که فکر بکنیم مثبت، بدون شک در زندگی ما مثبت اتفاق میفته. در موردی بگوین که البته کسایی یا افرادی که میخواین در دنیای از تجارت بیاین، کدام پلان های کوتاه مدت و دراز مدت را باید در نظر داشته باشن؟ خب قسمی که ما قبلا اشاره هم کردم، اول باید یک تصمیم بگیرن و بعد از او باید انگیزش داشته باشن. یعنی انسانی که مثلا یک کار را دوست داشته باشه واقعا به مو بقله های موفقیت میرسه، و بعد از او باید یک سرمایه داشته باشه که بتونه تجارت خود را آغاز کنه. و در کنار از او باید هم تحصیلات را داشته باشه و یا به اندازه کافی تحصیل دیده باشه که بتونه تجارت خود را پیش ببره. ممنون از این که در برنامه ما تشریف آوردین، لطف و ظرافت کردین، و اگر پیام هست که امروز ما در خدمت شما. تشکر و شما که ما را به برنامه تان دعوت کردین. سلامت باشین. بیننده های عزیز، این بود داشته های امروز برنامه کاربار. درگیر آرامش باشین و خداوند نگهدارتون.